دست سمت دست چپ ما در کلی خانه ها قرار است تخریب شود. شب ما فقط 192 بلند منزل حساب شده. ما خود میسید ما نمیجا خبر شدم که در وقتی اشرف غنی به ما مردم ها گفته شده بیادر که نمیجا کاخانه را جور نکنی، در پلان است و جور میکن. او مردم پشتون خریدیم و زمین مردم های درمان سودا کده، درخون سودا کده، کس دیگه سودا کده، اینمی رقمی است. یه کس خبر نداشته که اینجا نقشه است یا نیست. اینمی ار طبقه ازی کسته همی تقریبا اشت واحیده. ار طبقه ازی. اشت فامیل زندگی میکنه در هر منزل ازی هر منزلش. مصرف کدید؟ ما در این خانه تقریبا 33 لک روپیه مصرف کردیم به 3 منزل. تقریبا حدود 1200 متر بلند منزل مورد. بعضی زمین های خالی پشتر خود پشتری خود زمین خالی 1200 خانه یا بلاک رهایشی که هر کدام از 3 طبقه بلندتر است. عزیز قبول شرعی ندارن. اگر قبول شرعی داره هاین 5 دیست 6 دیست حتی 10 دیست گذاشته. به نام یک تاه به همتا هموطن عزیز سلام و خسته نباشید. با امید صحتمندی و سرحالی همه شما عزیزان، بازم مسعود جامعه هستم با یکی دیگر از گزارش های ساخت و ساز از منطقه دشت برچی شهر کابل در خدمت شما، جایی که من استاد هستم در حدود بیش از 1000 خانه و بلاک رهایشی هموطنان ما که بیشتر از 3 طبقه در شهرک ساخته شده، قرار است که سرک ایجا ساخته شود که این منطقه را، این قسمت دشت برچی را به شهرک آجنبی وصل بکنه و هر کار ساخت و ساز در ابتدای خود یک تخریبات می داشته باشد که متاسفانه در این منطقه هم یک تعداد خانه های مسکونی هموطنان ما که سالهای سال اینجا زندگی کردن متاسفانه در نقشه سرک قرار است تخریب شده و کار تخریب کاری هم آغاز شده. ای که چند خانه در این منطقه تخریب شده، خوب است که با اهالی و با هموطنان ما که در این منطقه زندگی میکنن صحبت بکنیم. همین سمتی که میبینین در کل بلاک های سمت دست چپ ما در کلی خانه ها قرار است تخریب شود و این سمت هم گفتن که خانه ها به شکل زاویه به شکل یک طرفه قرار است که تخریب شود. همراهی ما کنید تا آخرین دقایق برنامه ببینید که هموطنان ما و وطندارای ما که در این منطقه زندگی میکنن چی گفتنی دارن و از ساختن سرک چقدر خوشحال هستن که برشان سهولت میایه و یک سرک جور میشه. اما در پلوش تعداد خانه های مسکونی هم در این منطقه تخریب میشه. همراهی میکنید تا آخرین دقایق برنامه. دوستان عزیز، هموطنان ما که در این منطقه زندگی میکنن خوب است که نظرشان را بشنویم، ببینیم که در خصوص ساختن این سرک چقدر خوشحال هستند. اما متاسفانه یک تعداد زیاد وطندارای ما خانه های مسکونی و بلاک هایی که چندین طبقه جور کردن فعلا متاسفانه قرار است که باید تخریب شود. در کنار مکتن از هموطنان ما که در این ساعت زندگی میکنن روشون صحبت میکنیم، ببینیم که چی گفتنی دارن. آیسا با سلام علیکم، خسته نباشید. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بسیار خوش اومدید در اینجا. بخیر و سلامت باشین آقای صاحب. در این منطقه زندگی میکنین شما؟ بله، ما هم اینجا میشینیم، تقریبا در قلاینا میشینیم. این خانه که خراب شده، خود سرک برای مردم خیلی خوب است، سکولات است، ولی این وقت تعداد مردم خانهش که خراب میشه دیگه سرمایه نداره، دیگه اونم رفته دیگه بازی زمین ها و نمو رقم کار که وقت که هر کس که سودا کده فروخته و خریده خبر نداشته بوده که ناحیه ای را نقشه کده یا نکده، ایش معلوم هم نبوده. بازم اینی که مردم این یک تعداد این خانه که هستند ببینید، بله. این رقمی برش میشه، باز این شکست کلش میره، با
یک سمت مکمل خانه تخریب میشه؟ یک سمت دیگه هم قسمان نصفش میره دلوقتي. کم کم میره 10 متر 15 متر میره. با سرک در مجموع خوب است در کل. چند سال است در این منطقه زندگی میکنی؟ من یک 8 سال میشه. 8 سال. این خانه هایی که جا جور شده این بلاک ها و اینا نمراتشان توزیع شده است حواله شرعی دارن عرفی؟ نه یا خو زمین فروش های نار سودا کرده اینا نقشه دولتی نیست دیگه. نه مثلا ما تو یکی دیگه زمین از مردم پشتون خریدیم و زمین مردم های در ما سودا کرده در تو سودا کرده کس دیگه سودا کرده اینی میرقمی است. یه کس خبر نداشته که اینجا نقشه است یا نیست. حالا اگر نقشه بودم کسی که نقشه بوده خبر داشته بوده خود همونطور انداخته که بهش که زمین سوداش نه. اگر نه این حالی تقریبا هر بلاک های زیاد ده خانه، دوازده خانه، پونزه خانه اینو میره میبینی؟ بله اینو هر طبقه زی کسته همه تقریبا اشت واحیده هر طبقه شی اشت فامیلی زندگی میکنه در هر منزل هست هر منزلش تو حساب که چند منزل است؟ یک، دوی، سه، چار، پنج، شش تو حساب که 48 فامیل. 48 فامیل اینجا زندگی میکنه. خب مردم بازی یک زمینی دیگه هم اون طرف داشت و زمینش هم رفته. زمین خالی ویش باز تقریبا حدودا شما خو ان شاء الله در نقشه نشی. ما خو اینجا کرانشین هستیم. دمی کلاینو این طرف میشینیم دیگه ما. خب بازم رنج میکشیم برای مردم. وطن‌دارای ما در هوای گرم و در این شرایطی که اکثر وطن‌دارای ما بیکار هستن خانه تخریب میشه اما در پهلویش آبادی میشه که برای آبادی برای جور شدن وطن ما شما آماده به هستیم که سر ما رفت آب نه اینجا سرک که از این منطقه که تیر شوه سرک برای نفع مردم ها. مثلا حال از اینجا در شرک آجنبی ما در 200-300 میریم یک وقت میشه که در 50 روپی ما در شرک آجنبی موریم پس میاییم در 500 هم در شرک آجنبی نمیریم سرک از اینجا جور شوه از پول خوش جور شوه از پایین تر جور شوه سکولت میشه برای مردم بسیار خوب میشه بازی سرک به نفع مردم هم یک کسی کم زمینش میمانه برش خوب است حالی که سرک در منطقه که نباشه این حال این سرک در اینجا آمده در اینجا این نزدیک شده بله. تو خیال که این حال از اینجا این سرک جور شده تا شرک آج نبیره یک آدم در سقدر سهولت میشه بعد در 50 روپا میره در 20 روپا میره در 30 روپا میره همی هم چه قیاس کنیم پایین پول خوش که پایین تر یسو یسو این می برده مردم بسیار سکلات میشه ولی یک تعداد زیانمند میشه یک تعداد زیانمند میشه خیر با بالایش باز مردم باز بخششی در کسی که چیز است برای دو مردم فایده است کنال سرک بریش میشه ایتر میره بسیار خوب میشه بسیار برای مردم نزدیک میشه خیلی خوب میشه دولت بسیار خوب کارای چند خانه سایی صاحب در رو دادن اتو دقیق معلومات داری خودت؟ والا با دمی بلند منزل چی صاحب کنیم دیگه بلند منزل تقریبا حدود 1200 متر بلند منزل مره بعضی زمین های خالی که پشتر خود پیش روی خود زمین خالی 1200 خانه یا بلاک رهایشی که هر کدام از 3 طبقه بلندتر است عزیز یعنی می قدریه دیگه کلش تقریبا 5 طبقه و 4 طبقه و 3 طبقه 3 طبقه پایین نیه یعنی می کلش از بین میره دیگه تقریبا خب یک جرمش ان شاء الله درک میکنین که وطن دارای ما عزیزای ما که پیسہ مصرف کردن سرمایه گذاری کردن حالا تخریب میشه اما در پلوشک آبادی دیگه میشه نه آبادی خنی یک سرک مال خود چی گفتیم که از اینجا در شرک اجنبی میریم 500 یا 400 از اینجا میریم 20 روپی 30 روپی این می سکولات است برای کل مردم سرک برای مردم خوبه این حال از اینجا کمپانی بسیار نزدیک موریم از اینجا در شرک آجنبی بسیار نزدیک موریم بسیار خوب است دیگه بسیار تشکر از دولت می دولت که میره پیشنیاد کرده بسیار کار خوب است کار نیک است دیگه ای که مردم زیانمند میشه خودش مردم اولش احتیاط نکرده دیگه باید فکر میکرد که مردم هم فهمید کسی خبر داشت که سرک می نمه یا نه خبر نداشت ولی هیچ کس خبر نداشت که سرک اینجا پلان است یا نیست خبر نداشت کسی به خدا یه جا سال ندیدی هر کدام دم راتش هم کوچای خود ردیف ردیف جور کرده این کس خبر نداشت که سرک از این جگه دیسون میره یا چطور میشه نمیشه اینطور مردم کس خبر نداشت والله بخیر باشین آیسا زنده و سلامت باشین قربانتون بخیر باشین سلامت باشین خب دوستان عزیز وطن دارای ما از جور شدن سرک خوشحال هستند که برشون سرک جور میشه سهولت میه که هموطنان ما میتونن که از ساحه دشت برچی با شرک آجنبی قسم که آقای صاحب گفت که فعلا در 300 یا 2500 کرایه تاکسی میتن اما شاید سرک جور شوه نهایتش 50 افغانی کرایه بپردازن که در قسمت وطندارای ما خوب است که به نفعشان سرک اما یک تعداد دیگه که وطندارای ما خانه هایشان تخریب میشه در این شرایط درک میکنیم که یک سرپناهی را بسیار با خون دل
آباد بکن و تخریب شود. خیلی سخت است، اما بازم امیدوار هستم که مثلا این خانه است که فعلا کارش تخریبش آغاز شده. صاحب سلام علیکم. ماندن باش آقای صاحب. خوب هستم. جان و جور است. ریاکت در به تمی طرف چیال داری؟ صحتت خوب است؟ خوبه. بخیر است. دمیجا از خانه آجی صاحب؟ نه خانه ما پایینه. پایینه. اینجا خانه تخریب میشه آجی صاحب؟ سرک جور میشه؟ کانی به نقشه دایی مهمی آلیشن. دولت های خارش تا نقشه شروانی نگرفته خانه نمیسازه. اول نقشه میگره دوم خانه میسازه. این مردم به نقشه جور کنه خب باید تخریم شه. حالی ها کلش به نقشه هست؟ کلی به نقشه هست. به سست به نقشه اونه بلند کنه رافته جور کنه باید خراب شه. چقدر خانه تخریب شده آقای صاحب؟ خودتان باشنده این منطقه هستی خبر داری چقدر خانه تخریب شده؟ والا تقریبا 2000 خانه. 2000 خانه کلش یا اکثرش بلاک هست؟ کلان بلاک هست. کلان 7 منزل و 5 منزل ما پایین نیست. خانه خودت خنشالا در نقشه نیست؟ خانه ما در نقشه بود، در نقشه رفت. نمی اصلی سرک 40 متره. خود همون سرک 40 متره که پل آباد میشه در اوجه تخریب شده است؟ بله بله. بازم او خسارات و پول و پیسش برات پرداخت کردن یا نیایی چه؟ بله نه. تا فعلا ندادن؟ ما هم روپیه را هم ندید. قواله هایی جده که اکثرشان روپیه از قواله شرعی ندارن. بله بله. بخیر باشی آقای صاحب، بمرت برکت. بخیر باشی، سلامت باشی، قربانت. خوب دوستا، سلام علیکم. خسته نباشی بده. صحت شما خوب است؟ تشکر، سلامت باشی. زنده و سلامت باشین. باشنده این محل منطقه هستین؟ ما اینی خانه ماستک. انشالله که در نقشه نیست؟ نه، از همسایه ما یک 3 متر مانده. یک 3 متر مانده و خب اونم یک قسمت شده که شما خوشبختانه در نقشه نباشه سرک. خب در قسمت خوشبختی بدبختی باید عرض کنم که یک وطن ما آباد میشه از یک طرف جای خوشحالی است، ولی متاسفانه از طرفی که چون سیاست های اقتصادی درست نداره، چی دولت گذشته چی دولت ما شاهد هستیم، هر روز زمینه کار محدود میشه متاسفانه. مالیات گزاف میشه، جواز های سنگین روی کاروبار وضع میشه، او تو امکانات هم نیست که تشویق کنن یا زمینه باشه مسئله بسازه متاسفانه. ولی از لحاظ دیگه که آبادی میشه، ساخت ساز میشه، خوشحال هستیم. ولی باز همینجا متاسفانه نشه هایی که فرعی گذشته از دشتبرچی ها دیگه نواهی ما شاید هستیم، بدلیل از اینکه باز اجازه ساخت ساز نمیده متاسفانه هر روز تشویش مردم، هر روز بحران اقتصادی مردم بیشتر میشه. این جای نگرانی است واقعا. از یک طرف گرمی و از یک طرف قسمی که شما گفتین که مشکلات اقتصادی متاسفانه که دامنگیر وطن دارای ما شدن، نمیتونن کم یک سرپناه حداقل که جره تخریب میکنن برن یک سرپناه دیگه جور بکنن. خیلی سخت از این شرایط که جور بکنن و آباد بکنن. خب اما در پهلویش خوب است که با وطن یک قسمت آبادی میشه و یک خوشبختی یا یک خوشبینی است به خاطر آبادی وطن. در این قسمت چون از لحاظ اقتصادی مردم پشتبانی خوب ندارن، این خوشی هم جایی را نمیگیرم متاسفانه. دل که خوش نباشه. خوش نباشه. واقعا این چیزا ما این فامیلای را خانواده را شاید هستیم که زن و مرد بسته عمرشان هزینه کردن، رفتن مهاجرت کشیدن، با تعول که آمدن دل بستن، خوش شدن که بین یک آبادی، خلاصه پولی را که دارن سرمایه‌گذاری کنن در وطن، آمدن زمین خریدن با مشکلات بسیار زیاد، با بسیار هزینه بالا، باز در قسمت ساخت ساز خیلی از نکدن، ولی متاسفانه با اینی تو یک وضعیت روبرو شدن، اینی دار و ندارشان ضرب صفر شده. با اول لحاظ اگر ما توقع ما چی است از دولت، پیش از اینکه نقشه تطبیق میکنن، پیش از این هر پلان برنامه اقتصادی که دارن، اول زمینه سازی کنن برای مردم، زمینه درآمد فراهم بسازن، زمینه کاروبار فراهم بسازن، خصوصا در این قسمت یک سرپناه برشان قائل شن، حداقل یک دلخوشی به جای زمینشان که در نقشه رفتن، به جای خانهشان تعریف شدن. شما میبینید 5 منزل 10 منزل اینا با پول گزاف ساخته شده، درست است؟ یک سرپناه برشان آماده بسازه، مهلت بدن. مردم نمیتونه که با فکر کنه فعلا هیچ امکاناتش بر در اختیارشان نمونه، ای تو همکار و همگام با دولت خودشان چپه میکنن، تحریک میکنن. اگر یک امیدی برشان ایجاد شه،
یک سرپناه برشان بدل خانه هایشان رفته زمین. وقت خب ما مطمئن هستیم در قسمت بودجه سرک هم شاید سهم بگیرن، مثلا به حالی دشت برچی از مردم های سول دوست، مردم دوست، وطن دوست همیشه پای علم دانش بودن، گذشته از او پاکترین مالیه را، کاملترین مالیه را هر دوره ای که بوده همین مردم پرداخت میکنن. پس به اون لحاظ ما توقع ما چیست از دولت زمین کاروبار مساید بسازنی، کسایی که خانهشان در نشه رفتن یک سرپناه باشن قائل شدن. دیگه توقع بیش از این نداریم، واقعا مشکلات هم زیاد است، گرفتاری هم انشاءالله که روز بازم. امی منطقه شما چقدر وقت از زندگی میکنی؟ ما اینجا حدودا شاید 21 سال شد. 21 سال. امی خانه هایی که فعلا در نقشه تخریب میشه اکثرشون فکر کنم قوالای عروفی داره، شرعی هم که نیست. تا جایی را که من از سینم اجاب میکنم معلومات دارم، یعنی شاید نزدیک 90% کابل یا حتی افغانستان میشه بگیم قبول شرعی ندارن. اگر قبول شرعی هم داره همین 5 دیست 6 دیست حتی 10 دیست گذشته دیست به دیست شده، اما بازم قبول شرعی هست. شرعی شاید داشته باشن که از ما سنه شرعی نیست، متاسفانه هم روفیسته. خب سنت بهانه شده نمیتونه، دولت امکانات هست، نشه هست، پلان استراتژی داره، درست است طولان و مدت. مثلا این نشه از آل نیست، تا جایی رو ممیشنه از زمان داودخان است. کاش دولت اهمیال هم ساعتی که مثلا ساخت ساز اگرچند بند است از زمانی که امارت اسلامی آمده، بالفرض ازی که بخواه شروع شد همین سرک های فرعی، سرک های اصلی پیش پیش خط بندازه، هم مردم مطمئن سرمایه گذاری میکنن، هم ای تو مشکلات اقتصادی و برنامه و تندانه ما که در اینجا زندگی میکنن چقدر پیش برشان احوال داده بودن، اطلاع داده بودن که باید سهاره تخلیه بکنن؟ دقیق یادم نیست، همین حدودا خط از زمان که خط انداخته شده و صحبت های شروع شده حدودا یک 4 ماه 5 ماه نه 6 ماه، ولی اینی تخریب عملیش فکر کنم چون من نبودم، خارج از افغانستان بودم، تفریح رفته بودم، 40 روز مهلت دادن که باید چپکن تحریب، چیزایی را که نیاز دارن باید بردارن، در غیر از او مهلت تمام شد، باز اگر تحریب میکنم. بخیر سلامت باش لاله، قربانتان، خوش شدم، بخیر باشین، سلامت باشین، قربانتان، بخیر سلامت باشین، زنده و سلامت باش لاله، قربانتان، بخیر باشین، زنده و سلامت باش، قربانت، بخیر سلامت باشین، میفهم، خیر بینه، سلامت، همچنان. خواهش میکنم. خب دوستای عزیز وطن‌دارای ما واقعا منطقه را میگن که اکثرشان قواله های عروفی است. وقتی قواله عروفی است و پرسانشان که میکنه مثلا که چرا قواله شرعی ندارن، به نحوه شانه خالی میکنن و قسمی که لالای ما گفت که در حدود 90%، اما باز هم قواله شرعی شرعی است، ثبت شدگی بوده دولت و شهرداری و ریاست اراضی استملاک تمامش می باشه که در قسمت هم کدام سرگردانی به وطندارای ما پیدا نمیشه. شما تصاویر ببینین از سطح منطقه و هموطنهای ما، از بلاک هایی که متاسفانه تخریب میشه که واقعا هموطنهای ما که در این منطقه هستن خانهشان تخریب میشه، همشان مایوس هست. زود برمید. بینای عزیز، ما آمدیم در یکی از خانه هایی که فعلا در حال تخریب است، یک خانه خیلی زیبا مفشن که آجی صاحب مصرف کرده، اما فعلا متاسفانه که در نقشه سرک تخریب میشه. ببینیم که چقدر مصرف کرده و چند اتاق و کدام ویژگی ها را این خانه داشته. آجی صاحب سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم، جان جرات صحتمند هستی، عافیت خیرت هستی، سلامت باشید. آجی صاحب، از اینکه خانه و اولی و بلاکتون تخریب میشه برتون تسلیت میگم؟ نه تسلیت نگیم، ما افتخار داریم شاید راه شاید یک مسلمانی دیگه ما این خانه رفته صدقه سری از این مملکت توان سر نباشه، تا این خود گپی که توان سر نباشه، توان مال حامدنیه. همین مسئله قدیم است، میگه پول و پیسه اینا ریش هندویه، امروز به دستی توست، امروز سبا به دستی ما، دیگه به دستی کسی است. همین پیش خدایه، ما را که خدا دان پاره داده روزی شب میده. به شک. چند سال سایی سایی زندگی میکنی؟ ما اینجا تقریبا یک 7 سال میشه. 7 سال. خانه را خریده بودی یا نه که جور کردیم؟ خودیم جور کردیم. آره، مصرف کرده ایسا؟ ما در این خانه تقریبا 33 لک روپیه مصرف کردیم به 3 منزل. اگر موافق باشی اما تو بریم داخل ببینیم که از این طرف شمیری زیر از این داله شروع میکنیم، از این تکه و ایسا که از این الماری های کندیم تایی که واقعا که
یارا کل شایی سب از این متوقف پایین کرده این آوردیم این جایی سب یک اتاق بوده؟ این پارکین است پارکین هایی که زمستان موتر به دیگه گرم و اینان در کار نداشته باشه شک والا ایسه چیه کار کردن که موتر نه سر چه و نه گرم مستقیم از امگراج داخل شد و ایجا؟ باز برو خود داخل اینی هم یک سالونه این سالونی مثلا یک میمانی زیافتر کمتر عروسی ختمی یک چیزی یم سالون هایی به حساب همون یه دیگه خداوند شهر دور داشته باشه مگ معامله خیره که میشه انشالله اینی میجا بیای وطن دارا هموطنان ما استفاده بله 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 یه چارگرد بود استفاده میکردم هیچ افتخارم داریم که ما چند فامیل خانه زندگی میکرده اینجا سه فامیل زندگی میکردیم سه برادر هسته امیر شریکی خالقداد حسینی سخیداد حسینی حسین علی حسینی به شک بله نه بیادر خداوند همه اتحاد اتفاق همه گیره بوده که یک جا زندگی بکنن ببینید دوستای عزیز که این آجی صاحب ما چقدر واقعا مصرف کرده بالای این خانه مکمل از سنگ کاشی دیوار و زینه و راههایی که باید بالا بید آجی صاحب بتک تعمیر هم نه و معلوم میشه که آقا میسی افسال دیگه افسال هم؟ آه افسال تعمیر هم رنگ از این تخریب خراب نشده نه نه یعنی کاشی و رنگ و همه سب کتابایش یک به کلی حالا دیگه قسمتیه جور کرده بودی بیشین یک دو روز ولی حالا دیگه خیلی نقشه هم ده خبر نبودی البته از نقشه افسال که را جور کرده بودی آیش ها به نمیجا زندگی میکرد همین زندگی بله بله زندگی بود هر برادر یک منزل آه بله یک برادر یک منزل یه میتر خمده هر منزل چند اتاق داشت؟ سه اتاق داره یک اتاق است یک اتاق خواب است و اتاق یک اتاق کلانترش است اتاقای دلواز حمام و هر کدومش بری خود خود او طرفش او طرفش بری خود حمام و تشناب همش تکمیل بدم دیگه کجا زندگی میکنین فعلا لایشه ما در رسول اکرم رفتیم خانه کرایی است نه خانه مال خدا یکی از برادرای دیگه است بسیار خوب خدا را شکر که حداقل یک سرپناه دیگه هست که دایی برادر دیگه مستم مازمون هست خدا رو شکر چه وقت احوالتون داده بودن آیسا که باید منطقه و سهر شما تخلیه بکنین که ما تخریبات شروع میشه ما همی تقریبا یه روزی تاریخ زده بود 11 تاریخ بود 12 تاریخ باز همی از طرف انجینری و نایه و اینا آمدن که به حساب همینجا که تخریب منی ما گفتی تخریبش که حالی تخریبش در نقشه رفته خودیم تخریب مونیم تخریبش خودیم گیدیم تا حالا خشت و سنگ و پنجره و اینا رو کشیده کلش هم میبره نایی صاحب میشه که از خشت ازی و از پنجره و الماریش یک استفاده دیگه هم همی شاروال صاحب محترم که همی را چی کده برای همی کسایی که خانه شده در یک ایبر رفته و بر رفته همی را فقط یک حال فعلا خو اجازه نمیده که کار کنی همی را یک اجازه برای اینا بده که یک جای دیگه یک سرپناه خود برای خود درست کنم یا مثلا از خشت و گیل و هر چیزی که یک اجازه بیتا یه نمیشه شاروال صاحب محترم خیلی اجازه خواهش دارم یه نمیره یک خواهش است آقای صاحب در کل در این نقشه سرک در این منطقه چند خانه تخریب شده؟ در نقشه؟ در نقشه ما فقط 192 بلند منزل حساب شده خود چون مده جمعی همزی بلند منزل ها رفتیم اینمی رو حساب کردن از سه منزل یا از دو منزل بیشتر که شما حساب کردن از سه منزل بلند منزل حساب کردن دویش نکردن از دو نکردن از دو نکردن تنها از سه منزل به بالا 192 192 حساب کردن در این سرک از این پایانتر و تندارای ما در پایان گفتن که شاید 1200 یا 1100 یا 2000 خانه تا گفتن خانه درست است که مثلا با گادر بوده و با حساب اینا بوده همین بلند منزلش همین قدر بوده و شاید باشه از اینجا تا امید سبز می 1200 خانه شاید باشه چی گفتن آقای صاحب خانه را که تخریب کردین بدیل جای برتون نمره مد نظر دارن یا ندارن انوس خالت برای مو تکلیف نامشخص است وعده کرده که توکل به خدا ما استم دیگه عالی دیگه امید سر خرمن نه دیگه خرمن کای اگ متل ما شما داریم که در شاخ او آد شاخ او دیگه می گفت ان شاء الله که نه ان شاء الله که با مشکلتون رسیدگی میشه توکل به خدا ان شاء الله که برتون حداقل امی خساره تخریب خو نه امید خدا شاروال صاحب محترم گفته که ما مردم نادیده نمیگیرم مردم را هست در کنارش هستم او که در کنار از مو باشم در کنار از او هستی
اینمی از هایی سایی مگه که حکومت به مردم، مردم به حکومت. امی مردم است که حکومت است. اگر حکومت است به مردم است. لازم و ملزوم یکی دیگه هستیم دیگه. بله دیگه، ما خامخواه دیگه. بخاطر ازی که نمال دولت تخریب نکده خیلی میره. مردم که ده که این کمک با دولت که ده دولت اینال کمک با مردم که نه اینمیش دیگه. آی سایی بالا خانه تخریب شد. سرگ میم تا آی سایی اگر پیش بریم جای دیگه خانه رو ببینیم. آلو خو خانه تخریب شده در نقشه رفته. بله چقدر خوشحال هستین از اینکه در این منطقه سرک جور میشه و چندارای دیگه ما که زندگی میکنن اونا از این سرک استفاده بکنن. ما کی هست خو یک سوزنی آدم میگم گم میشه یک افسوزی دار صد پیسد ولی مال شیرین است. با افتخار میگیم ایره نه بروی چی افتخار میگیم خدا داده امکانش داره خدا باز بده باز بگیره این کار خدای امی که چهار مسلمانی چهار هموطن ما و شما این سرک درست چنه مثل از او طرف امی که جور میشه ما برای افتخار یک مریضی یک تکلیف شاید حسنیش به قیامت برای ما یک چیزی بمونه از اینجا که رب میشه بیمانه صدقه جاری است بله صدقه جاری است بله 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 صدقه جاری است افتخار است که مثلا یک شاید یک مریضی یک شاید یک کسایی که به حساب تکلیف داره زنی بچه از اینجا راحت‌تر ترش نه شاید نزد خدا ما هم یک اجر داشته باشه 100% آیسا 100% امی منطقه که نمرات توزیع شده شما این نمره را فکر کنید نمره سفید خریدین بله بله قباله چگونه است شرعی است یا عرفی نه قباله عرفی است ولی لمبر قباله شرعی در جزیده یک ایناخ جریبی بوده ما خریدیم 320 این شاید باشه مثلا 5 جریب 10 جریب خریده همی مثلا راهنمایا دیگه بازو همو لمبر قباله شرعی رو بیشتر زیاد دمی کنه یک جو همین جزء که ما خودیم هستیم دم سنتای ما زیاد دیگه از بیشترش نمیفهمم دیگه ان شاء الله که با مشکلات شما هم رسیدگی شه بخیر سلامت بشین آیسا ان شاء الله که بازم بارها خانه جور بکنین اما تخریب نشه زندگی بکنید در بینش به درباری او شکر میکشیم هر چی که هست درباری او شکر میکشیم نار... از او که ما سر بالا کدیم از اصلا به سواد هستیم خب از او که سر بالا کدیم برای کارگری افتادیم ولی از کارگری خود ناشکر نیستیم هلای شکر به دربارش همین که دیده میگره همیشه هم یک انتیان خدایی است چقدر حوصله داره ای ایخ از طرف خداوند عالم برای ما بخیر سلامت باشین قربانتان بخیر باشین خوب بالایشم بریم میتونی باشین میرم از بالا یک تصویر میداشته باشیم خوب دوستای عزیز این هموطن ما یا صاحب سه برادرا این خانه را جور کردن که سه منزل که هر برادر در یک منزل زندگی میکرده که تقریبا 33 لک افغانی بالای از این خانه مصرف کرده بودن که فعلا به خاطر نقشه سرک که از قسمت شهرک آجینوی سرک که آمده و به دشت برچی وصل میشه این خانه ها در کل بلاک هایی است که از سه منزل بلند است قسم که آقای صاحب گفت تنها از سه منزل یا از دو منزل بالاتر 197 خانه گفتن که چقدر خانه های دیگه ای است که یک منزل یا دو منزل است به خاطر نقشه سرک تخریب میشه اما در پلوش یک سرک جور میشه که وطندارای ما که در غرب کابل زندگی میکنن خصوصا دشت برچی و شهرک آجینوی میتونن که این سرک سالهای سال استفاده بکنن و به راحتی از یک منطقه به منطقه دیگر رفت آمد داشته باشن شما تصاویر از خانه ایشا بیننده باشین ببینید که چی سلیقه اینا به کار دادن جور کردن راویزکاری گچکاری تمامش که از امو کاشی هایی که استفاده کرده بودن یک خانه مفشن زیبایی بوده در این منطقه اما متاسفانه به خاطر نقشه سرک حالا در حالت تخریب است و قرار است که تخریب شد عزیز به ادامه برنامه بازم خوش آمدید ما در یکی از بلاک های هستیم که 7 طبقه است و کار تخریب کاری هم فعلا آغاز شده و گفتن که باید هرچی زودتر تخریب
تمام شود تا کار ابتدایی سرک آغاز شود، که خوشبختانه در کنار ما یک تن است، کسایی است که در این بلاک کار میکنن و یا هم مالک بلاک هستن. خوب است که از زبان خودشان بشنویم. آی صاحب سلام علیکم، چاشتون بخیر. علیکم سلام، زور بخیر، خوب هستی؟ بخیر و سلامت باشین. آی صاحب میره بر ما بگوین که مالک تعمیر هستین و یا که کسی که ایره قرار است تخریب بکنه. ما مالک تعمیر نیستیم، من تا اینمی خریدیم. درست. تقریبا 18,100 دلار خریدیم و اینمی چیزایی که کارآمد میشه، مثلا سیخ هست، دیگر کلکین هست، دروازه هست، اینمی را خریدیم، باز میپروشیم. میپروشیم دوباره. خوب است آیسا، اگر موافق باشیم اما تا آیسا بریم. گفتن در بالای از این بلاک هم یک اسکاواتور است که قرار است کار تخریب از اونجا آغاز بکنه. هفت منزل است این بلاک؟ هفت منزل است؟ هفت منزل میبه. هر واحد از این فکر کنم که چهار اتاق است، قسمی که نقشه دیدم میشه هر واحد از این چهار اتاق است که فعلا در حال تخریب است، یا آشپزخانه و دیگه هم اتاقایش است. بله. چقدر وقت شده ایسه بگیجه کار میکنین؟ یعنی تقریبا پیش از این تقریبا ده دوازه روز میشه. ده دوازه روز. چقدر وقت داده که باید بلاک تخریب شد؟ ای گپ راز باشه، ما امروز هم طالب آمده بود. خوب درست. او خو وقت پیش داده بود، باز نمی صاحبش بر ما نمی گفت که بیادر چی که وقت هست. باز امروز هم طالب آمده بود، گفت ماشین بالا کدی چرا شروع نمی کنی؟ درست. باز گفتیم که انشاءالله سبا شروع می کنیم، که نمی روز خطی هم بود، عید هم بود. بله. پامیدی از امو خاطر کمکی کار پسمان شد. درست. انشاءالله می دارم سبا بخیر سکواتور شروع می کنیم. دیگه اینمی کلکین و دروازه مثلا سنگ چیزی کارآمد باشه، یک ما چیزا جور میکنه. آی صاحب دمی هر کار ما شما انشالله بخیر میگیم، حالا دمی کار تخریب کاری هم انشالله میگیم. بلکل بلکل انشالله صحیح خبر. ای بخیر ما شما است. بله. اینه میخوای نه خو میپویم بیادر کل یک کابل بیادر زورواکا و مردم ها بیادر چی کده بود. مثلا نمیخوای شهری پلا نیسته که نمی یک نپر است که اینجا ای کم اصاره میکنه. همیدی خوی شهری پلا نبود و پیش حکومت نمی کارا نمیتونست که پیش ببره. حالی ماشاءالله حکومتی خوب است، بیادر قاطی است، فهمیدی؟ بله. که بگه امرا کارا میکنه، فهمیدی؟ آی صاحب شما این خانه را زیادم خریدین. بله. امین نمرات از ایران نگفتن که در زمان کی و بیشتر کی نقش داشته کی را توضیح بکنه؟ با آنکه شاید از این پلان ما سر پلان که شهرداری حکومت قبلی هم دود آگاه بودن، اما بازم بالای مردم هم این نمرات خود را به فروش رساندن. بیشتر کی جدی داشته به نظرت؟ بیادر قند ننمی کلگی زورواکی بود. درست. کس والا کردن نمره را و قانون را احترام نمی کرد، بیادر کسی حکومت را گوش نمی کرد. ما نمی جا خبر شدم که در وقتی اشرف غنی به مون مردم ها گفته شده بیادر که نمی جا کاخانه را جور نکنی. در پلان است و جور می کرد. حکومت هم نمی تواند که دست از او را بگیره. فهمیدی؟ و مردم هم با زور خود غرب دیگه جور میکرد، فهمیدی؟ این تو خبر شده، فهمیدی؟ که بیادر نمی حکومت در وقت اشرف غنی این برش گفته، فهمیدی؟ که این رجوع جور نکو بلاکارا برشان هم گفته بوده که درست، برشان هم ادلا داده بوده که همیجا امکان داره که پلان سرک باشه، پلان باشه که شهرداری یک تغییرات بره، اما بان هم وطندارای ما آمدن تو بلاکای بلند و بالای آسمان خراش جور کردن، مصرف کردن، اما حال در نقشه است و تخریب میشه. اینمی بیادر مردم اکثرشان در خارج است. فهمیدی؟ در خارج از خود اینمی اون بلاکی برای ما داده بیادرش داده، خودش در استرالیا است. درست. فهمیدی؟ درست. اما بیادرش همراه ما سودا میکرده، مثلا گپ هم میزنه، دیروز هم اومده بود خود استرالیا است، پیسی خارج نباسه در افغانستان که یک پیسی است. باز امو به پلان، به شهر، ای کیست چیز میکنه، مصاره میکنه، خو نمیکنه. این انوز امینی منزلش یک منزل بالاتر از یه کارش تکمیل نشده، که دو منزل از این پلسترکاری و کلکین و دروازه و رنگ و ای که پایش انوز امینه مانده بوده که پس چپه میشه. او نامده، خانیش نامده، کدام که زندگی نکده جور کده نسبت یه نمان دیگه پس تخریب میشه. کس زندگی میکده قبلا نمیجه؟ نبود، نبود، هیچ کس نبود. فقط امیرا جور کردن اما تو ماندن؟ اما تو ماندن اینا پس چپه میشه؟ بس یعنی تو کردن گفته خود در سیروم های استرالیا بوده. بلکل ما شما نمیتونید رو بجانه کی یکم بودی جمع سن امو خانه دو منزله ما دو نیم منزله نشد آیش امو تو که مانده قرام تو اما گپ خود با یک اتاق ایران میمانه بدر که چه رقم جور کنی؟
توشکش هم میگیری پردهش میمونه. والا پرده هم میگیری قالیش میمونه. چیکش میگیری برادر؟ گادر از کجا کنی؟ چی گادر بگیری؟ از سیمت از کجا کنی؟ بازنیمی مصرف های بعدی از این جنجال داره. یک چیز دیگه بود که برادر یک مردم در تشویش هم نیسته، بخاطر که ما مردم در خارج است این خوش هم میشه که من که افغانستان جور میشه این خوش میشه دیگه. در کسی خودم در خانه نیستم و خوانمی وضعیت این برادر خانواده را دیدیم هیچ در کسیش نیست. حمیدی به این خوش است آجی صاحبی اکه مطل ما شما میانه دارم که مگه از استی بکن مستی از نستی بکو سستی فکر دست نید؟ حتما نیست آجی صاحب کس حالا آجی صاحب بگیم که نشنوه یا آجی صاحب کس حتما خوب پیسدار هستی خانه که تخریب میشن بگید دقصش نیست. راست میگید همه تو راست نید؟ ولی ایز که دقیصه باشه باید با میدی نمیدی خوب یک قدم که بیادر نمیدی امکانات نداشته باشه با میدی یک مصارب که میکنه نمیتو که پس خب میریم بالا ما تو آیی صاحب گفتن که در منزل بالا اسکاواتور آوردن و قرار است که تخریب از این بلاک هفت منزل است در قسمت بالا آغاز بکنن اما تو تخریب کرده بیان پایان ببینه که سه منزل یا چهار منزل از این فکر کنم که هنوز کارش تکمیل نشده و حتی همین رایزینه از این که باید جور میشد حداقل برای رفت آمد برابر می بود اما متاسفانه که هنوز هم کاراش باقی مانده اما بانکی کاراش هم باقی مانده فعلا این بلاک در نقشه است و قرار است تخریب شوه و اسکاواتور هم در منزل بالایی از این بلند کردن. آیا صاحب هم اسکاواتور رو چگونه بالا کردن اینجا؟ اسکاواتور خود سر کرین بالا کردیم دو کرین آوردم برش درست آسرش بالا کردیم کانگریت ماشاءالله خوب کانگریت انداخته این به دست نمیشه پایم است بسر مزرکارا نمیشه و باز دو کرین آوردم بس بالا کردیم تا کل بخدا دیگه میزنیم سر از فردا بخیر دیگه شروع کن انشاءالله انشاءالله سوار بلان دارم بخیر برش مواد ازیره که پس از یک شما از تخریب میکنین میکنین دست دوم باز کس خریدار داره کسی میخره میخره خوب از مثلا پی وی سی است در بازار است $40 مثلا $39 $41 ما اینه پروختیم اکثرش $19 $20 اینجا فیصد هست دیگه آخر دست دوم میشه دیگه پنیر ما دروازه که هست همچنان $14,000 دروازه ترکی $15,000 $13,000 ما میبریشیم $8,000 $7,500 اینه میتو با قیمت نسبه دیگه انشالله که در خرید ازی فایده کنی و نقص نیایی شد خدا میره بان است با تاکل به خدا دیگه نبی سودا خود برای دوش داره همین تجارت 50-50 است یا 50% فایده است یا 50% نقص امیدوار هستم که هیچ هم وطن ما هیچ عزیز ما در کاروبار تجارت خود نقص نکنه باز یک گپ دیگه هم از همین تجارت یک کم اگر نقص هم نبود فایده از اون باز سود میشه بالکل بالکل ما می نمی چی نمی تو یک سودای چیز نمی کنیم برادر که مثلا یک چیزی که ما $2,000,000 داره ما بگیم که $2,000,000 میتی یا مجبور باشه که خورنگ بران میشه بغیر از اون میتنی خدا نکنه ما نمی بگیم که برادر مناسب یک قیمت که توان نکنیم کوشش میکنیم هیچ کسی نمی خواهی که توان بکنه با میدی خوی نمی تو یک برآورد برش جور میکنیم که مثلا یک 10% ما پا داشته باشیم هم کنایت میکنیم بخیر باشه. و مردم آزار نمیتیم نمی ولا که نمو مزدور کار ای کاش همه گیم تو باشن آیسا دیگه هر چیز در دست خدا هست دیگه خدا بخیر سلامت باشن آیسا یک روپا باشه در برکت باشه صحیح باشه بر مپا دست صد باشه آرام باشه چی به درد فایده نداره بخیر باشین آیسا زنده و سلامت باشین قربانتان بخیر باشین سلامت که زحمت کشیدی برادر در غم وطن هستی در غم آبادی هستی از شما تشکر میکنیم و دعا میکنیم برای خدا کامیاب بخیر سلامت شما کنه او زنده باد امارت اسلامی افغانستان بخیر باشه خب دوستان عزیز قسمی که شما میبینید امی اسکاواتور است که آجی صاحب در اف طبقه ای بلاک بلند کرده تا ای بلاک کار تخریبکاریش از اینجا آغاز بکنه و آیستا ویستا پایان بره و در کل بلاک مبلغ $18,100 امریکایی خریداری کرده موال شدمن که پس دوباره دست دوم به بازار عرضه میکنه و به فروش میرسانه تصاویر ببینین و انشالله که زود زود بعد
دوستان عزیز، گزارش داشتیم از تخریب خانه ها و بلاک های رهایشی از غرب کابل دشت برچی. امیدوار هستم که هموطنان ما مشکلاتشان رسیدگی شود و خانه هایشان که تخریب شده از سوی شهرداری ریاست اراضی برشان یک جای معین مد نظر گرفته شود تا اینا بتوانند دوباره زندگی خود آغاز بکنند. تا برنامه بعد گزارش بعد، خدا نگهدار.